خب قاسم تو چه نکته رو میخواستی اشاره کنی؟ بگو آقا. من در قاسم. مورد حالا این بحث میخواستم عوض کنم. یه آره من خواهم بحث عوض کنم. یه ویدئویی هست در مورد یکی از کلاس های مایک سندل فکر میکنم که در مورد یه داستانی صحبت میکنه توی قرن 19 یا 20 که یه کشتی خلاصش این که یه کشتی انگلیسی غرق میشه، 4 نفر توش نجات پیدا میکنن توی قایق نجات، بعد چند روز ذخیره غذایشون تموم میشه و 3 نفرشون یه نفر که از بقیه ضعیفتر بوده رو میکشن و میخورن، بعد زنده هم میمونن. جالبه. بعد میرن دادگاه و حالا حکم دادگاه چی بوده نمیدونم، داستانش واقعیه، توی روزنامه‌هاش هم کار کرده بودن. داستان میبینم از نظر اون اخلاقیات که شما بهش معتقدین این چجوری توجیه پذیره، این حکم اینا چی باید باشه به لحاظ اخلاقی؟ قانونی منظورم نیست. آه خب نه تو دو تا بحث اخلاقه مختلفه. چی میگن بهش؟ منفعت گرایی. حرف خودتو نقض کردی، تو گفتی حکم اینا باید چی باشه ولی از لحاظ اخلاقی نه از لحاظ قانونی. حکم در واقع قانونیه. نه نه حکم منظورم آها حکم ما حکم نظر اخلاقی. من خودم برنده گیر میدم، تو به من گیر میدی. آره آره چی میگم بهش؟ خب ببین من فایده گرایی یوتیلیتاریست، یعنی از از اخلاق، یعنی ما اگه 4 نفر توی قایق بودیم اگه حمله کنیم یکیمون رو بکشیم بخوریم 3 تای دیگه‌مون زنده میمونیم، آیا از از اخلاقی این کار درستیه یا کار درستی نیست؟ سوال دینه درسته؟ داستانش یکم جزئیات داره، من نمیگم که وقت گرفته. جزئیاتش مهمه. خب جزئیاتش ببین، یه کشتی قایقی بوده، خب 3 نفر، یکی کاپیتان بوده، یکی مثلا معاون بوده، یکی ملوان بوده، یکی خدمه بوده. اونا همه خانواده داشتن، بزرگسال بودن. این کسی که خدمه بوده یک بچه 14 15 ساله بوده، خانواده ای هم نداشته، هیچ کم منتظرش نبوده، بعد مریض هم بوده، با اینکه بهش گفته بدن آب دریا رو نخور ولی خورده، مریض شده، بعد احتمال زیاد میمرده چند وقت دیگه. بعد تمام ذخیره غذایشون تموم شده، بعد حتی پیشنهاد داده یکیشون که قرعه کشی کنیم به اسم هر کسی درآمد 3 نفر دیگه اونو بکشن بخورن، که یکی دیگه مخالفت میکنه، بعد این 3 نفر با هم دیگه تصمیم میگیرن که اون کسی که مریض هست اون پسر بچه رو بکشن و بخورن. و اینکه وقتی هم که نجات پیدا میکنن، یکیشون توی خاطراتش نوشته که ما داشتیم صبونه میخوردیم که یک کشتی اومد ما رو نجات داد، یعنی از اون بچه‌ای که کشتن به عنوان صبونه مثلا یاد کرده، یعنی یه جوری میگن که یعنی وجدانشون هم مثل اینکه مشکلی نداشته. حالا میخوام اینا به لحاظ اخلاق منفعت گرایی آیا این کار قابل توجیهه یا نه؟ من خودم مخالفم با این کار، یعنی اگه ازش میپرسیدن که با حاضر این کارو انجام بدیم اون قبول میکرده، این توجیهش میکنه، یعنی میتونستن این کارو بکنن. تو چرا میگی این کار غلط بوده؟ من یه جور به نظرم چون ساید افکتش بیشتر از منافعشه دیگه، یعنی اثر جانبیش وقتی این خبر پخش میشه تو دنیا، خب همین جوری حساب میکنن که یه جاهای حق دارن این کارو بکنن و قضاوت اشتباه ممکنه بکنن و باعث میشه که با قضاوت اشتباه خب یه ضرر بیشتری باعث بشه. تو قایق هستی تو اون موقع اصلا ممکنه زنده نمونی، یعنی تو حاضری بمیری از گرسنگی که این ممکنه هر 3 نفرشون هم میمردن، ولی خب اصلا به قول خود مایکل سندل میگفت به جای 3 نفر اصلا فرض کن 30 نفر بودن، فرض کن 300 نفر بودن و با اون 1 نفر زنده میموندن. ولی باز خب جهانی که چند میلیارد جمعیت داره وقتی همچین خبری منتشر میشه باعث میشه که یه خورده من فکر کنم جمعیت باید قبول بکنه که شرایطی که اینا توش گیر افتاده بودن شرایطی نیست که بقیه توشن. میرزم شه، یعنی کارهایی که ما میکنیم توی شرایط خیلی عجیب غریب، شرایط خیلی بد، توی شرایط خیلی که جونمون تو خطره، یک شرایطی که یه کارهایی ما ممکنه بکنیم که قضاوتش فرق داره با قضاوتی که ما میکنیم بر آدمای دیگه. میدونی موزم چه؟ حالا ما مثالی که داریم میزنیم انقدر چندشاوره که اگه مثالش مثلا چندشاور نبود ممکنه ما قضاوتمون فرق میکرد. خب مثلا فرض کنن که شما دوتا گلادیاتور بودین و شمشیر میذاشتن دستتون که بیافتین به جون هم و کسی که پیروز میشد آزاد میشد و اون کسی که شکست میخورد میمرد.
خب اون موقع خیلی راحت تر بود که قضاوت میکردین که خب من اینجوری نیست که شمشیرمو بندازم بگم من نمیجنگم با این شخص. خب یعنی اگه تو این شرایط بگی که اینا نه من خب سعی میکردم که پیروز بشم دیگه، بالاخره یکی من قرار بمیری. خب اگه جواب یعنی این دقیقا محاسبش شبیه اونه، تازه محاسبش هم کمتره چون اینجا یه نفر مثلا فقط برای زنده بودن یه نفره یعنی یکی رو داریم میکشی، اونجا برای زنده بودن سه نفره. خب ولی ببین چون ما قضاوتمون بر اساس چندش یعنی میبینیم اینی که چندش خوردن یه نفر کشتن و خوردن یه نفر داره رو محاسبمون تاثیر میذاره، در صورتی که از تعداد کسایی که میمیرن به کسایی که باعث زنده موندن میشن اتفاقا این باید کمتر میدونیم ازم چه. یعنی توی این شرایطی مثلا شما دوتا گلادیاتور باشیم با هم بیافتیم میجونه هم و کسی که پیروز میشه زنده میمونه فقط یه نفر باعث میشه زنده میمونه، ولی راحت تر مردم قضاوت میکنن که آره خب تو این شرایط به جنگ و پیروز شو که زنده بمونی. خب چون اون فاکتور آدم خوری توش هست ممکنه بیشتر قضاوت بکنن که این کار درست نیست، در صورتی که نتیجهش همونه، نتیجهش کشتن یه نفر برای بقیه است، زنده موندن بقیه است. میدونیم ازم چه؟ یعنی این فاکتور چندش روی محاسبه ما داره تاثیر میذاره. درسته قاسم؟ یعنی اخلاق فایده گرایی این کار رو توجیه میکنن از نظر نه من هنوز اینو نگفتم. نه ببین من دارم میگم که ما اگه فایده نه گوش نمیکنی، من دارم میگم که من دارم روی فکر میکنم. خب من دارم فکر میکنم، من میگم اگه میخوایم سودگرایی یا فایده گرایی حساب بکنیم خب باید اول بیایم تمام چیزایی که داره رو نتیجه گیری ما تاثیر میذاره رو یکی یکی بیایم پیدا کنیم که ببینیم چه چیزی داره باعث نتیجه گیری ما میشه. خب بعد مثلا من میام مثال میزنم با یه شرایط دیگه که این فاکتور چندش رو ازش بیارم بیرون که ببینم اگه این فاکتور چندش رو ازش بیارم بیرون چه نتیجه گیری میکردم که بدونم آیا این چندش داره رو نتیجه گیری من تاثیر میذاره یا نمیذاره. چون من اگه فایده گرا باشم فقط باید سود و هزینه رو محاسبه کنم، باید ببینم که آیا چندش من از اتفاقی داره میفته اگه تاثیر میذاره باید این فاکتور رو قطع کنم. برای همین میگم یک مثال دیگه میذارم که همه شرایطش اونه ولی اون چندش رو نداره، که بعد بیام ببینم که آیا تو این شرایط چه کار انجام میدادم. میدونی منظورم چیه؟ یکی یه چیز دیگه هم بگم از لحاظ قانونی. ببین حتی اگه ما بیام قضاوت بکنیم که از لحاظ اخلاقی مثلا اون قضاوتی که ما میتونیم بکنیم توی شرایط دیگه با این قضاوت توی این شرایط فرق داره، از لحاظ قانونی به نظر من حکمشون باید همون ممکنه باید اینا جنایتکار حساب بشن. خب یعنی من ممکنه بیام بگم که حتی از این موقع ها میگم ببینید اینا توی شرایطی قرار گرفتن که از لحاظ اخلاقی ما ممکنه مثلا یا مشکلی نداریم یا مشکل کمتری داریم. خب ولی به نفع جامعه است، یعنی هزینه خواهد داشت که قانون رو به طور قانونی که وجود داره رو به طور مساوی برای همه نذاریم، یعنی جریمه نشه، اینو جنایت کار حساب نشه. ما قانون رو جوری ننوشتیم که بگیم که این جنایت حساب میشه مگر اینکه فلان شرایط باشه، گفتیم این جنایته. خب ممکنه اینم نمیدونم باید دربارش فکر کنم، ممکنه حتی اگه از نظر اخلاقی اینا توی شرایطی بودن که نمیتونیم قضاوت اخلاقی بکنیم، از نظر قانونی اینا رو باید جنایتکار بکنیم و جریمهشون جریمه بشن یا تو زندان یا هر چیز دیگه‌ای، به خاطر اینکه نمیتونیم بیایم بگیم این کار اشکال نداره تو این شرایط. جامعه هزینه زیادی خواهد داد اگه استثناء قائل بشیم برای بعضی شرایط. نیازم چیه؟ یعنی ممکنه به نفع جامعه باشه حتی اگه یه سری چیزای اساس اخلاقی استثناء هم وجود داشته باشه، ممکنه به نفع جامعه باشه که اینو در هر صورت جرم و جنایت حساب بکنیم. ممکنه، نمیدونم، برایش فکر کنم. میدونی منظور چی قاسم؟ حالا بحث قانونیش که کنم به قول تو این بحث چندش آور بود، نه جدایی جزافت آدم تأثیر میذاره. خب من سوالم از تو قاسم، تو گفتی به نظر این کار اشتباهی. آره میخوام جواب دقیق بدی. خب من از تو سوال دارم، من خودم نمیدونم برایش فکر کنم. تو گفتی این کار به نظر تو اشتباهه. اگه مثال عوض بکنیم خب و شما 4 تا گلادیاتور بودید، خب دست هر 4 تاتون هم شمشیر بود و بازی این بود که هر نفر اول که مرد 3 نفر دیگه آزاد میشن، خب تو این شرایط تو آیا میجنگیدی یا شمشیرتو مینداختی زمین میگفتی که من حاضرم بمیرم ولی با هیچ کی نجنگم؟
شرایطش یکم به نظرم یک سال نیست، چون اون چهار نفر بالاخره با مرور زمان داشتن میمردن، ولی اون چهار تا گلادیاتور میتونن با هم مبارزه نکنن، همونجوری بیستن. آها، اگه مبارزه نکنین با تیرکمون منتظر هر چهار تاتون رو میکشن. خب هر چهار تا رو بزنید. اگه همتون، اگه هر چهار تاتون شمشیرتون بندازید زمین بگین من حاضر نیستیم با هم بجنگیم، با تیرکمون هر چهار تاتون رو میکشن. به نظر من که خورده سخته، ولی هر چهار تا رو بزنن، حتی به نگاه کسی که بیرون ایستاده راحته بگی هر چهار رو بزنن. بعدی اونجا اگه باشی نمیدونم، به ذره سخته. من سعی میکنم بخوام دفاع کنم تا کشته نشم، تا کسی رو بکشم. خب باید بمونم. دفاع بکنی معنیش اینه که دفاع بکنی معنیش اینه که تو نمیمیری یه نفر دیگه میمیره، یعنی تو انتخاب کردی یه نفر دیگه بمیره که تو زنده بمونی. خب مرتقب مرتقب قتل که نمیشم شدی تا یه حدی. خب تو اگه تو اون قایقم، تو اون قایقم اگه قبول بکنی که این بچه رو بکشی ولی خودت نزنی تو سر بچهه، بالاخره یه مقدار مسئولی، بالاخره قبول کردی. قبول که کردن اونجا فرق میکنه با اینجا. تو این مورد مثالی که تو زدی، من نه چیز رو قبول کردم نه چیز رو رد کردم، من مخالفتی کردم میشه، فقط از خودم دفاع کردم، همین نظری. خب پس تو قایقه اگه تو رأی دادی که باشه بچه رو بکشیم ولی خودت نکشی بچه رو که بخورینش، اون وقت پس تو، من دیگه نظر نمیدم اگه من باشم اونجا، اصلا رأی منفی میدم یا ممتنع میدم. اون وقت اونجا آرمین جون اونجا که شما داری میگی، اونجا یه مبارزه است، همه شمشیر دارن جلو هم. می‌خواستم بگم اونها رو سه نفر بریزیم سر یه بچه رو بکشیم اصلا اخلاقی نیست، مخصوصا ما که الان در اینجا نشستیم داریم فکر می‌کنیم به عنوان شرایط. خب مجید اگه ولی بچه، ولی فرقش اینه که اگه این کارو نکنین بچه در هر صورت میمرد. آره اون بچه برایش بد بود، مریض بود. حالا اگه شما، من میگم اگه مرد بعدم میتونیم در این، خیلی فرق میکنه تا اینکه ما بکشیم. نه، منظورم اینه که اگه این کارو نکنید هر چهار تاتون ممکنه بمیرید، هم بچه هم سه تای دیگه تون. یعنی فرقش اینه، فرق مثالی که داره قاسم میزنه اینه که یا هر چهار تاتون بمیرید قبول کنید که با این ارزشش نداره، بذاریم هر چهار تامون بمیریم، خب، یا اینو میخوریم میمیره و ما سه تا زنده میمونیم. خب تو هر دو تا شرایطش اون بچه مرده، یعنی شما باعث نشدین که، یعنی اگه این تصمیم رو نگیریم باعث نشدین که این بچه زنده بمونه، تو هر دو شرایطش بچه میمیره. خب یعنی انتخابی که کردیم باعث شد که سه نفر زنده بمونن، آیا این غیر اخلاقیه؟ از نظر من چرا؟ ببین تو مثال قایق احتمال هم داشت که نجات پیدا نکنن، یعنی ممکن بود بچه رو بکشن و بازم بمیرن، ولی تو مثال گلادیاتور رو بالاخره یکی زنده میمونه قطعا. خب بزنیم ما برای اینکه بتونیم مقایسه کنیم فعلا باید تعداد، ببین ما تو فیزیک وقتی یه محاسبه داریم میکنیم تعداد فاکتورها رو یه مقدار ساده میکنیم بعد فاکتورها رو اضافه میکنیم. خب من دارم میگم فرض کنین اگه آیا این اخلاقی بود اگه بچه رو میخوردن، خب سه نفر زنده میمونن بچه میمرد، و اگه نمیخوردن هر چهار تاشون میمردن، اگه این شرایط بود آیا تو اون شرایط این کار اشتباهه یا نه؟ نظر من میگم اشتباهه، من بازم میگم اشتباهه. به نظر همه که این اشتباهه، این انقدر چندشاوره که از لازم به نظر اومدن که همه میتونن ببینن که این به نظر اشتباه میاد، ولی از لازم منطقی دلیل اشتباهش چیه؟ ببین این چیزی که تو میگی درسته دیگه، وقتی من اینجا نشستم میگم غیر اخلاقیه، ولی هرگز یه همچین تجربه رو نکردم. اونجا باید ببینی انسان چه تصمیمی میگیره، اون خیلی فرق میکنه. مثل اینی که الان ما بگم داریم، مثلا بگم بمیری، من میگم حالا به منم بگم سرطان داری میمیری، میگم حالا در میمیریم، ولی وقتی میگن تو یه شرایطی قرار میگیری که حالا تجربه باشه. رابین میوت کن خودت، بک‌گراند صدات خیلی زیاده. رابین گفت منو بیار بالا، میخواد نظر بده فکر کنم در این چیز. خب رابین حالا وقت آن میوت کن خودت، صحبت کن، بعد که صحبت تموم شد خودت رو میوت کن، برای اینکه بک‌گراندت خیلی صداش زیاده. بگو رابین نظر تو چیه؟ اخلاقی این یا غیر اخلاقی؟ ببینید شاید بشه گفت غیر اخلاقی نیست، چون ما انسانیم، آزارده شدن دیگران آزارده خاطر پیش دوست نداریم کار الان انجام. شاید هم اگه اونجا باشیم اگه گرسنگی هم بزنه به سرمون، چون اینجا نشستیم اونجا رو تجربه نکرد.
ما تعداد فاکتورها رو نمیتونیم زیاد بکنیم، ما باید بعدا میتونیم تعداد فاکتورها رو اضافه کنیم، ولی برای اینکه قضاوت اولیه بکنیم باید با حداقل فاکتورها قضاوت بکنیم، بعدا پیچیده ترش کنیم. میدونیم ازم چیه؟ شما ما نمیتونیم فرض کنیم که به سرتون نزده. خب فرض کنیم که مثلا آفتاب مثلا گرسنگی و آفتاب و اینا به سر قضاوتتون تاثیر نداره. من دارم میگم از لحاظ اخلاقی دارین بین دو تا گزینه انتخاب میکنین، یا هر چهارتاتون میمیرین خب، یا فقط یه نفرتون میمیرین به خاطر اینکه یکیتون خوردید. آیا انتخاب کردن خب، این که سه نفر زنده بمونه بهتر از اینکه همه؟ خب من همه فکر میکنم، یعنی به نظر میرسه که از لحاظ اخلاقی، مگر اینکه فکر کنین که من دارم سعی میکنم که پیدا کنم آیا چجوری میتونه غیر اخلاقی باشه. من خودم دلیلی برای غیر، با اینکه خیلی ناراحت کننده است، دلیلی برای غیر اخلاقی بودنش پیدا نمیتونم بکنم الان. ولی خب مجید و قاسم برم بگو. من دلیلمو اول گفتم. بذار رابین چی؟ قاسم دلیل تو چیه؟ من اول گفتم دلیلم، گفتم این کار باعث میشه روی دیگران تأثیر بذاره. این خبر خودش الان خیلیه که تو ایران هستن، نمیگم مثل اون وضعیتن، ولی یه درصدی از اون وضعیت رو دارن که باعث میشه میرن به سمت دزدی، به سمت زورگیری، نمیدونم شرخری و این چیزا. طرف میگه آقا من دارم مثلا خانواده‌ام فلان قد جمعیت داره، چی به یکی رو میزنم که پول داره، خیلی هم بهش فشار نمیاد، اول خانواده‌مو سیر میکنم. قاسم من نشون دادم که استدلالت اینو تاثیر میذاره، استدلالت. ولی تو اگه این حرف درسته، پس چرا مشکل داشتی قضاوت؟ یعنی من وقتی که مثال گلادیاتور رو زدم با اون تیرکمون چیا، خب یه مقدار مشکل، یعنی اگه این حرف درباره قایق درسته، درباره اونم باید همین باشه. پس نیازم چیه؟ مشکل غلطی از نیاز... چی بود؟ ببین خب تو ببین تو یه ذره دقیقا همین دیگه بود. الان آه یعنی تو میگی تو مشکل تو توی عزاز اخلاقی میگی که اگه چهار نفر با هم قرار مبارزه کنن و بگن اگه چهار تاتون اگه با هم حمله نکنیم با تیرکمون همه تونو میزنیم، کسی هم که فقط از خودش دفاع میکنه، اگه هر کدومتون فقط از خودش هم دفاع کرد به جای اینکه حمله کنه به بقیه، هر چهار تاتون هم میزنیم، تو این شرایط نتیجه اخلاقی چیه؟ کار اخلاقی چیه؟ نیازم چیه؟ چون که تو از تو استدلال دینه نباید. خب بذار قاسم بیا مثال تو عوض کنم. تو میگی دلیل این که غیر اخلاقیه به خاطر اینکه اگه بقیه بفهمن باعث میشه که رو جامعه تاثیر منفی بذاره، یعنی یه استاندارد جدیدی رواج پیدا میکنه و تاثیر رو جامعهش، برای همین این کار نباید بکنه. یعنی باید برای خودمون قربانی بمیریم که این اتفاق نیفته. خب حالا من سوالم اینه، تو میخوای خبرشو پخش نکنی دیگه؟ آره، حالا اگه ما ستایمون قبول بکنیم که ما اینو میخوریم، از قایق میندازیمش پایین و به هیچ کسی هم نمیگیم که این اتفاق افتاده، آیا تو اون شرایط این کار درست میشه؟ در این شرایط اگه هیچ کس نفهمه، فقط خودشون ستا باشن و هیچ همینجا چال بشه دیگه، هیچ خبری هم ازش نباشه، یه خورده سخته ولی میتونه درست باشه. من میتونم چیزی بگم؟ به نظرم آسیب روحی میدن به خودت. آسیب روحی بالاخره آسیب روحی مثال تو چی بود داشتی نرسون دادی؟ من قد شدم چون فقط من... ما برای اخلاق و برای بقیه نمیخواد، یه چیزهایی از خصلت انسانیه اونو بهش آسیب میزنه. وقتی من یه آدم داری میخواد بخورم آسیب بله مجید جان، ولی آسیب از مرگ ضررش کمتره. من میشونم چیز بگم؟ من نمیخواهی بذارم من دنبات علی بشه، ولی قبل از که علی صحبت کنه، آریا تو لایف چت به من بگو میخوای درباره این موضوع صحبت کنی یه موضوع دیگه. علی بگو. سلام میگم اولا، بعد در مورد موضوع میخوام صحبت کنم. این که مثالی که زده شد، مثال قایق و مثال گلادیاتورا، هر دوتاشون یه مشکلی، یعنی یه جایی کارشون ایراد داره. توی مثال قایق این قطعیتی که آدم ها اووردن که این الان این بچه میخواد بمیره یا نمیره، یا حالا ما چند روز تو دریا هستیم یا نیستیم، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم. خب و وقتی میخوایم توی فضایی تصمیم بگیریم که هیچ چیزی از آیندهش نمیدونیم، اگه ما این بچه رو نکشیم آیا خودش میمیره یا نمیمیره؟ ممکنه نمیره.
اگه ما این بچه رو کشتیم ممکنه یک ساعت بعدش ما برسیم به یه جزیره‌ای که اونجا پر میوه است. ببین چی میگم؟ یعنی بیس تمام این کار غیر اخلاقی اینه که ما اطلاعاتی، یعنی بر اساس آن چیزی که نمیدونیم داریم تصمیم میگیریم. خب علی جان ببین، برای همین ما، برای اینکه بتونیم یه سری الان تو موضوع رو پیچیده کردی، خب ما برای اینکه بتونیم، ببین دقیقاً ما برای اینکه بتونیم یه چیزی به پیچیدگی، ما قبول داریم که تو واقعیت پیچیده در خواهد بود، ولی ما برای اینکه بتونیم برای یه موضوع پیچیده قضاوت بکنیم اول یه مقدار ساده ترش میکنیم، بعدن برای اینکه بتونی قضاوت درست بکنی فاکتورها رو یکی یکی اضافه میکنی. دقیقاً من میدونی بحث اخلاق و من اصلا میخوام بحث اخلاق رو مرتبط کنم به اطلاعاتی که ما داریم. یعنی اخلاق یه چیز کاملا نسبیه در مقایسه همین... با اطلاعات همین اول برای همین اول سادهش میکنیم. یعنی درست. تو الان داری میگی که فرضیه که ما داریم با واقعیت فرق داره. خب ما میدونیم ما توی موضوع، ما الان توی ساده، تو فرضیه که ما داریم که خیلی ساده تر از این واقعیته، با همینش هم مشکل داریم. یعنی خب ما داریم الان نمیدونیم. من میخوام بگم فرمولی که شما برای ساده سازی گذاشتید چیه. من میگم برای ساده سازی باید فرمول داشته باشید. خب شما میخواید ساده سازی، همین دیگه دقیقاً، شما میخواید ساده سازی کنید. من میگم مثلا اینجوری بگم، من میگم من یه سری آنسرتینتی دارم، این بچه آیا در زمان کوتاه میمیره یا نه، آیا بعد از اینکه ما اینو کش، اگر مرد یا نمرد، ما اینو کشتیم آیا بلافاصله مثلا یه جای رو ممکنه پیدا کنیم؟ شنیدیم. حالا ساده سازی میخوام کنم، ساده سازی میخوام کنم بر اساس اخلاق، درسته؟ کدوم یکی اخلاقی تره؟ ما در اگر نمیدونیم که این میخواد بمیره یا نمیره، ما کدومو در نظر بگیریم؟ اینکه میخواد بمیره یا نمیره؟ علی من نمیدونم، تو فکر کنم نشینیم چی گفتیم. ما برای اینکه ساده بکنیم اول فرضیه‌مون این بود که ما میدونیم که اگه اینو بکشیم ست و بخوریم حد ستامون زنده میمونیم، خب درست، و یکیمون میمیره. اگه این کارو نکنیم هر چهارتامون میمیریم. فرض این بود که این سادهش کردیم. درست، اصلا مریض اونها نبود، مریض اونها آره. مثلا فرض این بود که هر... یا هر چهارتامون قرار بمیریم یا یکیمون قرار بمیریم. فرضیه این بود، درست. تو این شرایط آیا این اخلاقی هست یا نه؟ بلکه اگه تونستیم اینو تعیین کنیم بعدا میتونیم اضافه کنیم که حالا یه مقدار پیچیده درش کنیم. ما همینجاش هم گیر افتادیم که آیا نمیدونیم این اخلاقی هست یا نه. به نظر من اخلاقیه. چرا؟ به نظر من اخلاقیه تا زمانی که به بقیه نگیم، همون چیزی که آخر نتیجه گرفتیم. اگر اینقدر ساده است، یعنی اگر هیچ کدوم از اون چهار نفر، هیچ ارجحیتی تو کشته شدن ندارن و ما میایم صرفا قرعه میندازیم، به عنوان مثال قرعه میندازیم، هممون هم توافق کردیم قرعه میندازیم، هر کس هم اس قرعه به نامش اومد ویلینگلی میمیره که سه نفر دیگه زنده بمونن، آنگاه اخلاقیه. خب اگه ویلینگ طرفی که داره کشته میشه نباشه، اخلاقی نیست به نظر من. ما بذاریم آریا رو هم یه ذره جواب بده، بلکه آریا اصلا صحبت نکرد. آریا تو بگو. درود، من دقیقا همین رو میخواستم بگم. از دید من اصلا به اندازه سرسوزنی همچین چیزی اخلاقی نیست، به خاطر اینکه اولا که مثلا حالا فرض کن که این کار اصلا کردی، اون پیامدهایی که داره رو شما نمیتونید پیش بینی کنید. مثلا چه میدونم، آیا مثلا اون افراد میخوان با اون کابوس تمام عمرشون زندگی بکنن که یه بچه رو اونجا کشتن و خوردن و یه همچین خاطره رو میخوان همه عمرشون داشته باشن؟ یکی مثلا. ولی از یه طرف دیگه به نظر من اصلا آدم نمیتونه به فکر خودش اطمینان 100% همیشه داشته باشه. آدم نمیتونه تمام فاکتورهای دنیا رو توی ذهنش مجسم بکنه، مثلا بگه خب من همه چیز رو توی ذهنم آوردم و مطمئنم که اگه این کار رو بکنم، از یه کار خیلی فجیع این شکلی رو انجام بدم، یک چیز خوبی رو به دست میارم. ممکنه تو این کار رو نکنی و بعدش متوجه بشی که اصلا مثلا فرض کن همون چیز رو میتونستی بدون اون کار انجام بهش برسی، یا مثلا یه چیزی تغییر کنه، نمیدونم، یک چیز خیلی خیلی کوچیکی رو تو ندیده باشی. و همین به نظر من از لحاظ اخلاقی آدم اول از همه نباید خیلی مطمئن باشه و یه چنین چیزی بزرگه. آره، اینه درباره هر موضوع اخلاقی میتونیم اینو بگیم، برای اینکه هر قضاوت اخلاقی که بخوایم بکنیم هیچ وقت مطمئن که نمیتونیم باشیم درباره همه اتفاقاتی که قرار بیفته. خب یعنی بله ما نباید مطمئن باشیم، ولی خب باید یه تصمیمایی بالاخره از لحاظ اخلاقی، یعنی اگه اینجوری باشه معیار ما که هیچ وقت هیچ چیزی رو ما نمیتونیم بگیم غیر اخلاقی یا اخلاقیه. نه، یه تصمیمی هست که مثلا تو یه تصمیم ساده داری میگیری، ولی یه تصمیم خیلی فجیع خیلی خیلی افتضاح رو وقتی میخوای بگیری،
یه اطمینان نمیدونم بی‌نهایتی لازم داره برای همین چیزی. وگرنه اگه این شکلی بود، مثلا فرض کن در بیمارستان ها خیلی ساده بود که توی بیمارستان نگاه میکنی یکی قلب لازم داره، یکی کلیه لازم داره، یکی خون لازم داره، خب یه آدم سالم رو برداریم بکشیم، چه می‌دونم یکی یکی به همه اینا بدیم، 20 نفر رو نجات بدیم، یه نفر رو کشتیم 20 نفر رو نجات بدیم. فرقش میدونی این چیه؟ فرقش اینه که توی من میخوام جواب اینو بدم، یه فرق اینو سریع بگم بعد میگم سراغ رابین. خب فرقش اینه که ما توی بیمارستان اگه یه نفر رو که نمیخواد اعضای بدنش رو هدیه بکنه رو به زور بگیریم تیکه تیکه کنیم که 20 نفر زنده بمونه، ما میدونیم که تو این شرایط نتیجه این برای جامعه چقدر هزینه وار خواهد بود. یعنی هر کسی رو ما میتونیم، جامعه ای که وجود داشته باشه که هر کسی رو میتونیم بدونی که داوطلب باشه رو برداریم تیکه تیکه بکنیم برای کسایی دیگه زنده بمونن، جامعه افتضاح، یعنی هزینه های این بسیار برای جامعه کلا افتضاح خواهد بود. خب برای همین ما توی این قایق گفتیم نه، این قایق اتفاقی داره میفته که هیچ، قاسم هم اومد مثالش عوض کردیم که انگار اصلا هیچ کسی هم قرار نیست بدونه که چه اتفاقی افتاده ولی رو جامعه همیش تأثیری نذاره. خب که تو اون موقع گفتی خب نه، رو خود حرفی که زدی خیلی درست بود، برای اینکه تو دارید میگی که رو خود این اشخاص مثلا درباره کابوس و مگر، یعنی حتی اگه رو جامعه هم تأثیری نذاره، رو خود این اشخاص ممکنه یه تأثیری بذاره که ازش نباید کسی قبول بکنه. خب این حرف جالبیه که میشه روش فکر کرد، ولی این با اون موضوع بیمارستان یه مقدار فرق داره. چون موضوع بیمارستان اصلا وقت ما قانونایی داریم که اصلا این کار قابل قبول هست که اون خیلی هزینه خواهد. نه توی خود بیمارستان هم شما مثلا میتونی یه چیزی سیستمی درست کنی و این موضوع رو کلا پنهان کنی. مثلا فرض کن نه ولی یک نفر رو بیاری، ولی اگه این کارو بکنی تو بیمارستان، ولی یعنی وقت ما تو جامعه سیستمی هایی وجود داره که این کار رو قابل قبول. ما در بین قایق صحبت کردیم، این اتفاق استثنایی بود که اینجوری نبود که ما داریم یه قانون می‌ذاریم که این استفاده بشه ازش. شما دقیقاً. که داری... دقیقاً موضوع همینه. شما وقتی یه همچین کارهایی و مثلا بخوای تو ذهنت بیاری که شاید استثنایی وجود داشته باشه که من چنین کاری بکنم، همین استثنایی هر جای دیگه تکرار بشه. این خیلی حرف جالبیه آریا داره میزنه، درسته. یعنی ممکنه آریا میگه که ما اگه بیایم اینجا قضاوت بکنیم که این کار درسته، این قضاوت ما همین، یعنی ما که تو قایق نیستیم، این قضاوت ما ممکنه هزینه‌ش رو جامعه چیزی باشه که اصلا از جدا از قایقه. یعنی حتی اگه ما فکر کنیم که بله، یعنی ما باید به عنوان قاضی نتیجه گیری ما رو جامعه رو هم در نظر بگیریم، اینم باید جز محاسبه باشه. این خیلی به نظر من فاکتور جالبه. یعنی ما ممکنه بیام نتیجه بگیریم که توی این خلأ این هیچ مشکل از اخلاقی مشکلی نداره، ولی این قضاوت، نتیجه این قضاوت ما برای جامعه ممکنه هزینه داشته باشه. برای همین ما باید قضاوتمون رو عوض بکنیم که این هزینه رو از جامعه کم کنیم. منظورت هم چیزیه؟ دقیقاً همینه. یعنی مثلا وقتی این حالت، یعنی مثلا این چیزایی مثل اخلاق و اینها در طول تاریخ ساخته شدن، کلمات خیلی خیلی قوی هستن. مثلا اگه من مطمئن باشم به فکر خودم و مثلا بخوام یه کلمه به این بزرگی رو توی حالت خاصی عوض بکنم، باید یک چیزی، یک تاریخچه پشتش رو کامل نگاه کنم و چنین کاری واقعا کار سختیه. نه این خیلی حرف جالبیه. این نکته که اینجا مطرح آریا داره میگه آینده رو نمیشه رفت، مثال کاملا فرضی بود. ببین مثال فرضی هست، ولی ما به عنوان قاضی که فرضی نیستیم. میدونی لازم چه؟ ببین مثلا یه نفر، مثلا تو فرض ما چند تا گزینه جرامون گذاشتن، فقط چند تا گزینه داریم. خب همین، ببین من یه مثال بزنم که این نکته که آریا گفته، من یه مقدار شکرم بیرم نظر شما چیه. ببین مثلا فرض کن شما از دو نفر فضا نوردین، یه مرد و یک زن، خب و از مریخ داریم برمیگردیم به کره زمین، تو راه برگشت مشکلی برای این چیزی که توش هستی میفته و نشون میده که شما قراره این منفجر بشین و جفتتون قراره بمیرید، خب و تمام راه‌های ارتباطی شما با کره زمین کاملا قطع شده، خب و هیچ کس هم کاملا هم مطمئنی که هر کاری شما بکنین امکان نداره کسی ببینه و نتیجه گیری بکنه ازش، و خب
تأثیر داشته باشه رو جامعه. خب یه نفر میاد میگه که خب تو این شرایط آیا این مرد به این زن تجاوز بکنه اخلاقی هست یا نه؟ خب این یه نفر داره هزینه، آره خب داره بهش آسیب میزنه، درسته، ولی اگه ممکنه این نفر بیاد بگه که آسیبی که این خانم داره میبینه از لذتی که مثلا اون مرد داره میبینه ممکنه بسیار پایین تر باشه، پس ما اگه فایده گرا باشیم باید بگیم این اشکال نداره، هیچ کسی هم نمیدونه، هیچ تأثیری هم جامعه نذاره. خب ما باید بتونیم بیایم از فایده گرایی اینجا دفاع بکنیم، چون اینجا خیلی به نظر میرسه که فایده گراییش نتیجه بدی میده. یه نفر اگه بیاد بگه خب ما اگه بتونیم اثبات بکنیم که این که تجاوزگر لذتش از ناراحتی این زن بیشتره و این هیچ تأثیری هم خودتون رو میوت کنین اگه صحبت نمیکنین، پس بک‌گراند صدا داره. ببین این حمله به فایده گرایی هست و خیلی هم نکته مهمیه، ما باید بتونیم یه جوری نشون بدیم که نه این کار غیر اخلاقیه. خب ما اگه فایده گرایی به این نتیجه برسه، معافیت گرایی اینجوری باشه، تعریفی که من دارم وقتی میخوایم عملی رو در نظر بگیریم به سود و لذتش فکر کنیم، علاوه بر خودمون هم به بقیه هم فکر کنیم. خب درسته، ولی توی این مثالی که من زدم، خب کل ببین من میگم که فایده گرایی فقط برای همه جامعه رو در نظر بگیریم، فایده به همه جامعه، نه فقط به یه نفر، نه به شخص. خب ولی شما توی این خلایی که ما درست کردم خلای واقعی، چون تو فضا هم داره اتفاق میفته به طور کامل، یعنی واقعا خلای تمام جامعه میشه دو نفر، چون هیچ کسی هیچ چیزی هم نمیبینه. یعنی ما اگه بخوایم لذت و هزینه، یعنی خوشحالی و ناراحتی همه جامعه رو نگاه بکنیم، چون هیچ تأثیری دیگه رو هیچ کسی هم نداره، این دوتا هم منفجر میشن، هیچ کسی هم نمیفهمه چه اتفاقی افتاد. محاسبه ممکنه این باشه از لحاظ فایده گرایی، محاسبه ممکنه این باشه که پس این کار انجام بده، پس ما باید بیایم دفاع کنیم از فایده گرایی که یه جوری نشون بدیم که نه نتیجه این نخواهد بود. خب که من البته جواب برای این دارم و من فکر کنم حرفی که آریا زد اتفاقا جواب اینو داره. کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟ من یه چیزی شما ببخشید دوستان، من قبل از اینکه من یه چیزی کوچیک بگم برم بانک که کار دارم، فعلا باید دارم. حامد باشه فعلا، مرسی، خداحافظ. من حامد میگه آرمین چه ذهن مریضی داره. این مثالی که من دارم من از خودم در نیاوردم، این یه مثال معروفه برای حمله به فایده گرایی. این مثال دو تا مثال خیلی معروف برای حمله به ارزش‌های فایده گرایی وجود داره، یکیش اینه، یکیش هم یه شکنجه دختر بچه است که اون معروف در اتفاقه، ولی این مثال و مثالای اینجوری رو میزنن که بیان نشون بدن که مثلا آیا فایده گرایی واقعا بهترین روش پیدا کردن این که چی اخلاقی است و چی اخلاقی نیست. یعنی مثلا اینجوری رو ما باید برش جواب داشته باشیم. خب کی میخواد صحبت کنه؟ من آقا مجید بفرم. خواهش میکنم قاسم جون. من قاسم هم گفت که آسیبای اجتماعی داره از اول، گفت آسیبای اجتماعی زیاده، من فکر کنم آسیبای شخصیش هم خیلی زیاده. یعنی تو به شخصه کسی که در اون شرایطه آیا برای جون خودش باید این که دیگه حد اکثر وحشیگری رو میشه گفت، یعنی من یه نفر رو بکشم، نه اینکه مرده باشه. بعدم از این اتفاقات ما زیاد تو فیلم ها کتاب های رمانی که حقیقت بوده اتفاق افتاده، آیا همه اونا شخص بغلیشون رو کشتن و خوردن، یا کسی که مریض بوده اونا سعی کردن اونو برسونن به یه جا ستایی چهارتایی، هیچکی به فکر این نبوده که اونو بخورم؟ چرا نبوده؟ چرا تو اون شرایط سخت مثلا هواپیمایی که افتاد توی این کوها بعد رفتن دنبالش، حتما دیدین دیگه، یکی از داستانهای خیلی بود که حقیقت هم داشته، تو کوها افتاد نتونستن 40 چند روز طول کشید، خلاصه دوتاشون تونستن، ولی اونجا یکی مرد، مجبور شدن گوشتشو، اونم چقدر فکر کردن. مجید اشتباه میکنی، چون یه کتاب و خیلی فیلم معروفی وجود داره به اسم Life of Pi که اتفاقا چند نفر توی قایق یه نفر دیگه که زنده بود رو میخوره. میگم درصدش ممکنه مثلا یه دونه پیدا کنی از 100 تا اتفاقای اینجوری که یه سری گیر کردن یه جا قضام نیست، مثلا دریا یا مثلا کوهستان یا فلان. فکر کنم نکته که مجید داره اشاره میکنه بازم نکته جالبیه، برای که فکر کنم مجید داره اشاره میکنه به این که ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک حیوان جامعه گرا، امیالی که داریم این، یعنی اگه بخوایم حتی اگه فایده گرا هم باشیم بخوایم محاسبه کنیم که چی خوب هست، از لحاظ روانی هزینه‌ای که به ما وارد میشه برای کشتن و خوردن یک نفر، این هزینه از مردن بیشتره. یعنی تو میگی و
مدرکت هم اینه که مثلا داستانهایی که اکثر داستانهایی که نوشته میشه، اکثر کتابهایی که نوشته میشه، فیلمهایی که وجود داره، یه ذری انعکاسی از امیال و خواسته های انسانه. و من بدارم به این اتکا میکنم که نشون میدم که مثلا ما میل به فداکاری داریم، میل به قربانی کردن خودمون برای بقیه داریم. یعنی ما ارزش اخلاقی اونقدر تو رمان و توی اسطوره اونا نمیبینیم که یک قهرمان داستان یکی رو بخوره که زنده بمونه. برای همین ما حتی اگه فایده گرا هم باشیم، محاسبه‌ای که میکنیم باید برای این اساس باشه که ما به عنوان یک انسان دوست، هم نوع دوست، ممکنه اکثر موقعا ترجیح بدیم که نه ما این کارو نمیکنیم، به ترجیح میدیم بمیریم. اصلا منظورت اینه تو؟ دقیقاً من میگم یعنی من حاضرم بمیرم، از زندگی انقدر دیگه ارزش نداره که من بخوام براش هر کار کثیفی رو انجام بدم. درست. آره درسته، تو شرایط سخت من نمیدونم چی میشم، من در اون شرایط قرار نگیرم. اینم هستا، چون مغز اونجا یه جوری دیگه واکنش نشون میده، آدما یه جوری دیگه دارن داستانو میبینن. اما کلا وقتی میبینم کسای دیگه هم پس توی شرایط قرار گرفتن نکردن این کارو. من هرگز الان نمیتونم به خودم بقبولونم که یه همچین کاری رو بخوام بکنم، یعنی کسی دیگه رو بخوام بخورم برای اینکه زنده بمونم. نمونم. یه سوالی پیش میاد اینجا آقا مجید، اگه اون کسی که میخواد خود شخص داوطلب بشه که خورده بشه چی؟ حتی اگه دوستان بیایید بخورید زنده بمونید، من نمیخوام. من میخورم مثل بیمارست. ببین اگه الان مثال بیمارستانو که الان آرمان بود زد رفت اسمش یادم رفت، ولی اگه مثال بیمارستان قبول کنیم، اگه اون آدم هم بدونن که یه نفر رو دارن قصی قصی میکشن و قلبشو به تو میدن پاشو به اون میدن، آیا اونا قبول میکنن؟ دقیقا نکته که من میخوام بگم همینه. یعنی اینجا هیچ وقت در واقع نگاه کاربردگرایانه ما اینجوری نیست که فقط خودمون رو ببینیم. زمانی تبدیل به اخلاق میشه که ارتباط خودمون با دنیای بیرون هم ببینیم، یعنی اون وقت اخلاق میاد وسط. اگه میخوایم یعنی کاربردگرایی رو اخلاقیش کنیم، اونجایی بحثش میتونه اخلاقی باشه که ارتباط خودت با بقیه رو ببینی، اونجا این رابطه بده بستونه، یعنی هم رفته هم برگشت داره، یعنی اونجا ویلینگ طرف، اونجا اراده خود طرف برای اینکه اعضای بدنش رو اهدا کنه، اونجا اراده خود طرف برای اینکه خورده بشه، اونجا یعنی اون اراده. حتی اگه شما همین داستان رو بیاید اصلا اونو بخورید، یعنی چهار نفری یه نفر داوطلب بشه یا اصلا بگه که قوره بکشین منو بخورین، حتی بعدش بیاید تو جامعه اینو تعریف بکنید، فکر نمی کنم از نگاه قاضی یا از نگاه قضاوت مردم هم موردی باشه. اتفاقا اون آدم ادمایر میشه بهش، یعنی احترام گذاشته میشه که هم جون خودشو فدا کرد بقیه نجات داد، هم بقیه هم زنده موندن. این چی میگم؟ یعنی این اخلاق اخلاق هیچ وقت فردی نمیتونی بگی من کاربردگرام آیا این اخلاقی است اینو بخورم یا نه. ویلینگ اون طرف مهمه. داستان دانته اینفرنو هم همین نبود؟ کجا؟ کتاب دانته کمدی الهی؟ آنه پدره بچه‌هاشو خورد، بچه‌هاشون خودشو داوطلب شدن که پدره بخورتشون که زنده بمونه، و برای همین رفت جهنم. فکر کنم داستان اگه یادم باشه این بود. مثلا کتاب معروف دانته، کتاب اینفرنو دانته، فکر کنم شروعش این بود که بچه‌هاشو خورد، پسرای خودشو خورد. اگه کسی میدونه بگه. حالا اگرم اینجور دانته باشه، دانته شعره دیگه. آره شعر مسیحیه. آره مسیحیه. و این یکی از بدترین کارها حساب شد. یعنی با اینکه فکر کنم با اینکه اون تو زندان بود و شرایطی بود که حتی فکر کنم پسراش هم داوطلب هم شدن، انقدر کار زشتی حساب شد که رفت بدترین جای جهنم بره. یادم نیست البته. میگم اگر کسی هم داوطلب بشه بابت این، اون داره از صفات خوب به حساب خودشو قربانی بقیه بکنه استفاده میکنه، اون ستای دیگه دارن از صفت که مثلا من برای جون خودم حاضرم این کشته بشه و بخورم. میدونی اشکالی نداره، به هر حال داره داوطلب میشه، خوشحاله با این. سخت اون اشکال نداره، اون خودش میدونه. میگم من از نظر منی که قراره اونو بخورم و اون قراره خودشو برای من قربانی بکنه،
این از نظر من از لحاظه انسانی منو میاره پایین. واسه همین ما فرق انسان با حیوان اینجا تای ببین اون مثالی که میگن اگه یه قفسی آتیش زدن میمون بچه‌شو میذاره زیر پاش میره بالا. درست. ولی بس من فرقم با اون میمون باید در همینجا درست. مجید مثالم داریم حیوانا قربانی کنن خودشون رو برای هم نوع خودشون. اون مثالم داریم. جناب آرمین در شرایط سخت این چیزی که تو ذهن مجیده ممکنه مثلا فرگشت باعث وجود اون شده باشه. خب حتما همینه. امکان نداره. ببین من حالا فرگشتی که گفتی من یه مثال بزنم. من یه پرنده ای هست که وقتی که یک شکار یک مثلا حیوانی که شکارش میکنه نزدیک بچه هاش میشه، مادر این میره خودش میذاره خودش رو زمین و یه حرکتایی میکنه که انگار مثلا بالش شکسته که این حیوانه رو تشویق کنه که بیاد دنبال خودش به جای اینکه بره دنبال بچه هاش. یعنی ما همه حیوانا رو من این مثالا رو دیدم که میذارن در برای میمون مادر که این کارو میکنه، ولی ما کلی مثالای دیگه داریم حیوانایی که مثلا من موش دیدم، مثلا رت موش میشه ماوس، رت نمیدونم چی میشه، ولی رت هم همون موش میشه. ماوس فکر کنم موش صحرایی میشه. موش صحرایی مثلا من یه ویدیوهایی دیدم یه موش مادر بود که بچه‌های خودش از غرق نشون از غرق شدن تو آب نجات میداد و خودش نزدیک بود چند بار غرق بشه، ولی همینجوری میرفت نجاتش میداد. یعنی مثالای اینجوری هم زیاد داریم، نگیم همه حیوانا اینجوری نیستن که چیز نکنه. ولی یه چیزی من فهم کنم اگه کسی که واقعا از همه چاختره دیگه اون باید داوطلب بشه، دیگه خیلی نامردیه که یعنی هر کسی که از بقیه بیشتر چربی داره اون باید یه وفاداری یه چیز بکنه، یه قربانی کنه خودش برای بقیه. یعنی از این لحاظ کنم من کسی که بلانسازه باید با کنش چیز بشه. نه آقا کسی که چربی همه چربیه، حالا اگه آرمین اونجا باشه میتونه داوطلب بشه از عضله سازی خوبه. چربی کالری داره، چربی بیشتر زندگی میکنه، عضله خوبه. ولی به نظر من کسی که پیرتره عضله مگه ما قراره سالم ما میخوام زنده بمونیم تو شرایط، حالا کدوم خوبتره؟ ولی کالری داره از همه مهمتره. آرمین منطقیترش اینه که پیرتره داوطلب بشه. خب نه ولی پیرتره اونی که سنش بیشتره نه، چون که ما نمیدونیم که قرار نجات پیدا بکنیم. خب برای همین میخوایم کسی رو بخوریم که بیشترین زمان رو بهمون میده برای زنده موندن، برای همین چاقترین کس رو باید بخوریم. حالا نمیشه فقط آره یه باشو قرد کنیم با یه رون به چرخونیم حالا یکی لارچه تو لارچه دو بچه ها دارم میگم با آرمین دریا و فضا نریم، این گوشنش بشه شما رو میخوره. آخه من زورم فکر کنم به همه تون برسه، برای همین من اصلا منتظر داوطلبی رو نخواهم. من همچی تو خواب که هستیم باید نگران خودتون باشیم. یه کم گفته بابک خوردین دارین آماده میکنین ما رو کم کم به همون بگین بابک خوردین. حالا این مثالی که برای در واقع ایراد گرفتم به منفعت طلبی میزنم، منفعت گرایی میزنم، اکثرش تو جامعه قابل اهمال نیست اصلا. این که نگه تو فضا حالا دقیقا ببین مشکلاتی که ببین مثالایی که میزنن برای ما که فایده گرایی از لحاظ معیار اخلاقی مشکل پیدا خواهد کرد، یه مثالایی که انقدر استثنائیه که من بودم مثلا چند بار قرار این اتفاق بیفته. خب یعنی حتی اگه این مثالایی هم که میزنن درست باشه که نقص فایده گرایی رو نشون میده، بازم از همه معیارهای دیگه بهتره. خب یعنی ما باید حتما یه همچه اتفاقات عجیب غریب استثنایی بیفته که اون وقت بگیم آی ما فایده گراییمون الان نتیجه نمیده. خب اگه یه موقع توی یه کپسولی تو فضا گیر افتادیم آی داد بیداد این معیار فایده گراییمون الان اینجا چند بار قراره تو فضا تو کپسول گیر بیفتیم یا تو قایق تو اقیانوس گیر بیفتیم قرار باشه تصمیم بگیریم یه نفر بخوریم. خب ما ادعا نمی کنیم که این معیار فایده گرایی بدون نقص هیچ مشکلی نداره. ما ادامون اینه که از معیارهای دیگه بهتر جواب میده. حالا شما یه شرایط خیلی عجیب غریب ممکنه پیدا بکنین که تو استثنا جواب خوبی نده، ولی خب اینا خیلی تک و توکه. من در مورد صحبت خطرناک ترین ما
چه خطرناکترین نوع باور اخلاقی این که هرچی خدا میگه درسته. دقیقاً اتفاقاً کسایی که به فایده گرایی گیر میدن به عنوان معیار اخلاقی اکثرا کسایی هستند که به گاد بهش میگن گاد دیمند تیوری، یعنی از از اخلاقی میگن که هر چیزی که دستور خدا باشه اون اخلاقیه، که این اتفاقا از میگن که آقا شما تو این شرایط استثناء معیار اخلاقیتون مشکل داره، یه معیار اخلاقی به ما میدن که حتی طول تاریخ باز بزرگترین جنایت جنگی شده، میگه آها معیار ما مشکل داره، شما میگین اینو میخوایم بذارین جاش، خب ما قبول داریم که مشکل داره، از مال شما که بهتره. اتفاقا من میخواستم همینو بگم، اون ستا کیه؟ چه کسایی هستن اون ستایی که میخوام بخورن؟ اگه این جهادیستا باشن یا چه کنجگر مثلا یارو باشه، اونا اصلا براشون مطرح نیست، چون انسانی به انسانی اینجا سراغ کسی نمیاد، اونا انقدر کشتن دیدن خون دیدن، برای ما آدمای عادی اینجا داریم در صحبت میکنیم، ولی ممکنه حالا اون تو مثلا شکنجهگر، سه تا شکنجهگر باشن اونجا، قشنگ هم میگیرن یارو رو مثلا تیک تیکش هم میکنن میخورن، هیچیشون هم نمیشه، به قول شما به هیچکی هم نگین نمیگه، ولی آدم معمولی خودش با خودش درگیر میشه. اینا من فارسیشو پیدا کردم، نظریه فرمان الهی، نظریه امر الهی، دیدگاه فرا اخلاقی است که معتقد است که عملی از نظر اخلاقی خوب است که به فرمان یک خدا یا چیه این الوهیت باشد، در این دیدگاه هر چه خداوند به آن امر کند خوب و ثواب است و هر چه از آن نهی کند بد و خطا است. اینو میخوان بذارن برای دیدگاه اخلاقیشون، اینه که این واقعا از همه تئوریای اخلاقی این از همش خطرناک تره به نظر من، یعنی بله باش سودگرایی مشکل داره، بله نقص داره، مثالایی وجود داره که ما برامون مشکل داره که بدونیم چی درسته چی درسته، ولی از همه چی بهتره، مخصوصا از این نظریه فرمان الهی صدر بهتره. تو وبسایت بریتانیا نوشته بود کشیشه به اسم جیم جونز، نمیدونم چقدر درسته نه، سری پیرو داشته، پیروش گفته خدا گفته بیاین خودتون رو بکشید، برید بهش تام چیزی 900 نفر اونجا خودشون رو کشتن، اکثریتشون. آره مثال که زیاد داریم در برای آره مثال زیاده. خب طالبان هم شاید فکر میکنم واقعا دارن فرمان خدا رو انجام میدن. بله ببین اصلا چرا بریم سراغ داعش و طالبان و اینا، تو خود کتاب همه ادیان ابراهیمی، تو خود کتاب ادیان ابراهیمی، هم تو قرآن، هم توی کتاب یهودیان، هم تو کتاب مسیحی ها، همش هر ستاش اینو قبول دارن که خدا اومد به ابراهیم گفت پسرتو بکش، ما بینم گفت باشه این خوبه، به خودی خودش خوبه، کشتن پسر خودت به خودی خودش خوبه، چرا؟ چون خدا گفته، یعنی از این واضح‌تر نمیشه. اصل هر ستا دین اینه که دلیل این که کشتن پسر ابراهیم خوبه اینه که خدا گفته، هیچ دلیل دیگه لازم نداری. شاید کسایی که داستان رو ترک کردن مثلا میخواستن به نوعی ذهن مردم رو کنترل کنن. نه این داستانه اصلا هدف این داستانه به طور واضح تبلیغ نظریه فرمان الهیه، یعنی داره این داستان اصلا برای این طراحی شده که بگه که آقا جان خوب و بد یعنی چی؟ خوب یعنی چیزی که خدا میگه خوبه، بد یعنی چیزی که خدا میگه بده، اصلا کاربرد این داستان اینه. نه برای مثال یه پاپ میخواد به کشور حکومت کنه، این براش راحت باشه، این داستانا رو به ذهن مردم تزریق کنه که راحت بتونه حکومت کنه، راحت تر بتونه حکومت کنه. آره کاربردش البته اینجوریه، بدون هدف، یعنی بدون کسی که، یعنی کسی اینجوری طراحی نکرده، چون کاربرد داشته بقا پیدا کرده. خب ولی ما دیگه یواش یواش باید بریم دیگه، داره میشه 3 ساعت. بذار من یه چیزی بگم، حال در مورد خدا شد یه دارم باهاشون شوخی کنیم، این خدایی ها رو میگن خدا تو درگاهش نشسته بود میگه که این پیامبرای اولوالعزم منو بیاریم ببینم این پولایی که دادم در راه مردم خرج کنیم چی شد، برسه میگردن و دونه دونه پیدا میکنن و اون بالا شروع میشه، اول نوح، به آقا نوح حالی شما چطوری؟ خود سلام خدا جون فلا دیگه که آقای نو این پولی که دادیم در راه مردم خرج کنیم چی کردیم؟ خودت میدونی یه کشتی ساختیم مردم رو نجات دادیم، با
بردیم این برمون بر فلان کلی خرج برداشت کلی پول. این خیلی خوب تو بکنه بگه کی مونده؟ آقا موسا. سلام آقا موسا. سلام علیکم. آقا پولایی که دادیم در میگه والله یه بزازی زدیم اینا حالا سود استفادهش بعدم میاد. دیگه بعد عیسی میگه تو میگه آقا پولایی که دادیم در مردم میگه اونم میگه ما یه عرق فروشی باز کردیم حالا پولش میاد سودش میاد. خلاصه میرسه این برای اون من کی مونده کی نمونده؟ محمد آقا محمد سلام علیکم. سلام خدا جون. آقا این پولایی که دادیم در راه مردم خرج کنی چیکار کردی؟ کدوم پولا؟ میگه همون پولایی که دادیم در راه مردم خرج کنی دیگه. میگه خودت میدونی یه علی داریم راه به راه غمه کشیم هی سند بذاریم برای اون بر مردم بیار کلی خرج داریم. خب باقیش گو خودت میدونی یه حسین داریم را به را رشکر کشی رشکر خرج داره سلام میخواد خب باقیش بود باقیش یه زینور آبدین داریم آقا این بیماره ای باید پول بدیم از آلمان و انگلیس رد خرج داره باقیش بود یه صادق داریم کتاب خونه واسه یه ذره کتاب متاب ردیف کرده باقیش بود یه امام رضا داریم کفتر بازه خالصه ارزن برزن گرون شده باقیش گوه یه امام عسکری داریم برام جالب بوده بذار تموم شه رابین جان بذار تموم شه داریم میرسیم بگو بجی یه امام عسکری داریم عاشق انگور عسکریه را برا جعبه های انگور عسکری میخریم براش میذاریم باقیش گوه باقیش رو گذاشتیم رو تاخچه مهدی اومده برداشته رفته حالا هم که پیداش نیست دیگه نمیدونست این چه خوب بود من یه تجربه کنم باید انگلیسی بگم گفتیم بذارم شوخی کنیم با این خدا مدای درگاه مرگاه میکنم میگم در مورد این راهفی پور اینا باید یه حالت فکاهی با اینا برخورد کرد یعنی باید یه برنامه بذاری حرفای اینا جوکه یه خلال باید بخندیم بهشون به جایی که بیایم تفسیرش کنیم واقعا باشه آره به نظر من یه ذره برنامه ها باید از این چیزا باید استفاده کرده ذره حالت کمدی بهش داد تو باید بیای بگی من مثل تو بلد نیستم تو با مزهش میکنی خب امیدوارم خوشتون اومده باشه دیگه بریم عیش میکنم خب رابین چی میخواستی تو یه وسط هم جاک اومدی پریدی وسط جاک چی میخواستی بگی؟ ببخشید پریدم وسط هم اصلا شخصی محمد وجود داشته؟ مهدی امام کدوم؟ دوازدهم؟ محمد آها محمد بل به احتمال زیاد یه کسی بوده که عربا رو متحد کرده اینکه اسم آیا اسمش محمد بوده یا لقبش محمد بوده معلوم نیست 100% یعنی مدرک خیلی قوی برای وجودش وجود نداره نه ما یه سری مدرکایی داریم که توی خیلی زمان بعد از اینکه زمان ببین ما میدونیم که اکثر حدیثا و اکثر داستانا درباره محمد به احتمال زیاد اونجوری که مسلمان ها میگن اتفاق نیفتاده یعنی اگه محمدی هم وجود داشته باشه داستانش به احتمال زیاد خیلی فرق داره با داستانی که به مادر براش گفته خب ولی اینکه آیا واقعا یه کسی بوده یا نه به احتمال زیادی بوده برای اینکه چند نفر داریم که تو اون زمان نوشتن که عربا دارن حمله میکنن به شهر ما ولی اسم محمد رو نیاوردن اسم یک پیغمبری رو آوردن که اینا رو متحد کرده کسی هم که برای اولین بار مه حال و ده رو نوشته درست میگم یه کسی بوده که به نظر میرسه به عنوان اسمش ازش استفاده نکرده به عنوان لقبش ازش استفاده کرده ممکنه اسمش چیز دیگه بوده و هر کسی که این بوده مسلمون نبوده یعنی چیزی که به عنوان اسلام ما میشناسیم امروز عقاید یعنی محمدی که مسلمون بوده که عربا رو متحد کرده و بعد عربا به زیر یک دین اسلام به هم متحد شدن و اومدن یه امپراتوری تشکیل دادن اینجوری اون اتفاق نیفتاده اینا یه سری عقاید ابراهیمی داشتن به نظر میرسه که بعدن شد اسلام یعنی بعد از فتح ایران و فتح یه سری قسمت های زیر امپراتوری روم اسلام بعد از اینکه امپراتوری عربا تشکیل داده شد اینا به احتمال زیاد
عقایدشون یه مقدار شبیه یک فرقه خاص مسیحیت بیشتر بوده تا اسلامی که ما به عنوان اسلام میشناسیم امروز. البته این خیلی بحثش طولانیه ولی خب البته یه سوال البته به بحث اسلام و اینجور چیزا ربط نداره ولی میتونم بپرسم؟ باشه سریع بپرسم، من بعدم برم سراغ قاسم بعدم دیگه بریم. بگو. تو ایران تو تاریخ باستان داشتیم ما تالای حاکم مؤنث تو تاریخ داشتیم؟ من یادم یه جا خوندم که داشتیم ولی یادم نیست چی بود. تاریخ کجا چیه باستان؟ اسلام یا تاریخ چیه باستان؟ ایران باستان. ایران باستان فکر کنم بله داشتیم. بستگی داره کجا ایران. کسایی که کوروش رو کشتن مگه یک از همون اولش کسی نبود که مثلا یک رهبر مؤنث بود؟ نبود کسی که کوروش رو کشت؟ مگه نبود از همون اول؟ آره من فکر کنم داستان، من فکر کنم از همون اولش هم از همون زمان کوروش داشتیم اتفاقا. کسی که من اونجوری که من خوندم آ نمیدونم حالا کسی بگه آره نه این غلطه و اینا، خب من شاید اشتباه میدونم ولی اون چیزی که من خوندم رهبر ارتشی که کوروش رو کشت یه زن بود. درسته؟ قاسم تو اینو میدونی؟ اطلاعی نه اطلاعی ندارم در این مورد. من اینو خوندم حالا ممکنه اشتباه باشه. کسی تو لایف چت اطلاع نداره در این؟ بله. پس اگه این داستان درست باشه پس معنیش اینه که داشتیم دیگه. من دارم حاکم مثلا پادشاه امپراتور مؤنث. امپراتور مؤنث تا اونجا که من میدونم نه من نمیدونم. داره میگه پوراندخت بوده احتمالا. پوراندخت کیه؟ همون کسی که کوروش رو کشت اسمش پوراندخت بود؟ یه پوراندخت تو لاحچت گذاشتن نمیدونم. پوراندخت کیه به ما بگیر بزنم. پوراندخت فارس. کاش کیبورد فارسی داشت. چیزی برای من نمیدونم. میگه ممکنه زن شما نمیدونی چیزی که نمیدونی رو نگید. آره خب ما نمیدونیم. من چیزی رو که خوندم این بود که فقط اینو میدونم. آیا کسی به عنوان امپراتور شاه، ما شاه زن، آخه شاه هم زن داشتیم که میشد ملکه. شاه نمیشه که ملکه اگه زن باشه. میگه ملکه داشت، ملکه‌ای که خودش تمام کشور زیرش باشه بدون شاه ما فکر نکنم تو تاریخ ایران داشتیم. نه تا اونجایی که من نمیدونم. آه یه نفر داره میگه دختر خسرو پرویز. آیا دختر خسرو پرویز یه مدت توی قدرت بود بدون که شاهی باشه؟ من اطلاع ندارم. از کس خوبی نمیپرسی. رابین این سوال از من نباید بپرسی. من نمیدونم. تا اونجایی که تنها اطلاع چیم ندارم. بگو بگو. خسرو فرور گزینه خوبیه برای این سواله؟ من نمیدونم. داره عزیز چیزی میپرسی که من نمیدونم. خسرو فرور تو برنامه‌تون بود؟ آها فکر کردم این کسو اسم رو که تو لایو چت آورده. ببین ان ای داره میگه دختر خسرو پرویز، برو همین رو مطالعه کن. میگه ملکه‌ای که فرمان روایی میکرد تا بچه شاه بشه. پس مثال مثل این که داریم. بیا جوابتو گرفتی. مرسی ان ای تو لایف چت که برای ما مثال زد. برو اگه دوست داری رابین برو دنبال همین، برو اینو بخون. دختر خودش رو کن. ببین چه حیفه که ما اصلا اسم، یعنی البته تقصیر ان ای نیستا، ولی حتی یه نفر ما تو ایران داریم که اصلا ملکه شده برای مدت ولی اسمش هم نمیدونیم. فقط میدونیم که دختر اسم باباش رو میدونیم، اسم خودش رو نمیدونیم با اینکه تو یه مدت ملکه بود. اسم خودش چی بود ان ای؟ آذرمیدخ بوده شاید تو لایف چت زدن آذرمیدخ. منم شنیدم اسمش نمیدونم. نه ما رابین آخه میگم رابین مصر نمیدونم. داره مصر هم میگن خب. پادشاه ما خب تو میدونی که ما اینا نمیدونیم. چرا داری از ما میپرسی؟ میدونی یعنی من اینو اطلاعات مطالعه ندارم. اینا من تاریخ ایران رو تو لیست مطالعاتم هست، من فقط یه مطالعات سطحی دارم که یه مقدار به طور کلی بدونم کی بوده، کی به اومده، بعدش کی اومده، که وقتی که در برای تاریخ ایران اشاره میشه حداقل جای هر کسی رو بدونم. یعنی به اندازه کافی مطالعه کردم که بدونم مثلا کوروش رو کسی که کشته فرمانده اون ارتش مثلا زن بوده. ولی مطالعاتم تا حالا درباره این چیزا خیلی سطحی بوده، مطالعات دقیق تر هنوز نداشتم. برای همین از کس خوبی نمیپرسی الان. خب ما بریم پس سراغ قاسم. قاسم نکته آخری رو نمیخوای اشاره کنی تا که ما بریم؟
نکته خاصی ندارم، فقط در ادامه صحبت آقا مجید بگم اگه بعد محمد هم یکی از آخونده ما میرفت پول که نمیداد هیچی، اون حق مال نمایندگیش هم میگرفت از خدا، یعنی یه 14 میلیارد سال هم دیگه یه مالیات 14 میلیارد سال خداوندی رو ازش میگرفت، مثلا اونجا نشستی مالیات ندادی. فقط برنامه قبل قرار بود یه سری میم بیاری آرمین در مورد تاریخ ایران. خب ها ببین من میخوام بذارم اونو اون موقع دیگه که برنامه دارم، چون که تعداد کسایی که میان بالا اون موقع کمه، خب بر همین من وقت برای صحبت بیشتر دارم، این موقع شلوغ میشه خیلی، اون موقع چون تعداد که کم بالا میان من اول برنامه بیشتر وقت دارم که اونو نشون بدم، همه رو جمع کردم اون روز نشون میدم. مرسی، حرف خاصی ندارم. ندارم، ممنون که آوردی بالا من، خداحافظ. مرسی مجید، حرف آخر. حرف آخر که خیلی خوش گذشت، دستتون درد نکنه، ما هم بالا بودیم امروز از اول تا الان، با اینکه خب خیلی هم حال نمی کنن. بعضی اونجا که نوشته بودن یه چیزهایی که قاسم دو هفته پیش زیاد حالا من به لایف چت چیز داده، ولی مثلا نوشته بود حالا من میگم دستمال به دست نمیدونم اصلا یعنی چی، مثلا من با کی با تو یه ذره همراهی کردم، بعد قاسم اومد نوشته بود دیگه این حرفا رو نزنیم فلان، ولی میگم یعنی اگه خسته میشن خب نیار بالا، اصلا بگو نیار بالا، حالا حال میدونم میشینیم صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلف، ما هم یه چیزی یاد میگیریم، شاید دو تام چیز بگیم مثلا به درد کسی بخوره. من هر وقتی که تو هستی که بیشتر حال میکنم، این بغیر نمیدونم. آها یه چیزی هم یادم رفت، آقایون و خانومان و هر کسی دیگه ای لطفاً لایک بکنید همین الان ویدیو رو قبل از اینکه ما بریم، خیلی کمک میکنه به کانالمون. هر ویدیویی که دارین نگاه میکنین لطفاً یه لایک بزنین، بعد از برنامه هم که تموم شد لطفاً کامنت هم بذارین، خیلی کمک میکنه. و اگه برای امنیتتون مشکلی نداره، یعنی اگه به امنیت شما رو به خطر نمیندازه، لطفاً شیر هم بکنین که ما یه مقدار یه ذره رشد هم بکنه کانالمون، خیلی خیلی ممنون میشه. خیلی خب پس من برم، ممنون از همه شما، از همه کسایی که اومدن. خدا حافظ همه، خدا حافظ همه شما. من از طرف بابک هم یه بدرود هم میگم، بدرود.